مقام‌های روسیه به شکل رسمی اوکراین رو به کشتن داریو دوگینا فرزند الکساندر دوگین مشاور ولادیمیر پوتین متهم کردند. سازمان امنیت روسیه اعلام کرد نیروهای ویژه اوکراین مسئول این بمب‌گذاری در مسکو هستند. کیف بیشتر دست داشتن در این انفجار رو رد کرده بود. همکارم بردی افشین از پایتخت اوکراین کیف با ما همراه میشه. بردی، ابتدا رسانه‌های وابسته به دولت روسیه این خبر رو منتشر کردن و این اتهام به اوکراین وارد کردن، اما امروز رسما روسیه اوکراین رو مسئول حمله به دوگینا معرفی کرد و اینکه به ابهامات بیشتر افزوده و به سوالات بیشتر افزوده. این پرونده ابعاد جدیدتری پیدا کرده، اما سوالات بسیاری هم مطرح شده در چند سو. بعد بشه گفت که انتظار داشتیم که دستگاه اطلاعات فدرال روسیه مدارکی رو پیدا کنه و این قتل رو مرتبط بدونه با نیروهای امنیت و اطلاعات اوکراین، اما نحوه بیانش، نحوه خبررسانی در مورد اون ابهاماتی رو میتونه به وجود بیاره. باید باور کنیم که اگر اونجوری که اونها میگن یک مأمور اطلاعاتی اوکراینی تونسته از اوکراین به روسیه بیاد، چند هفته دختر آقای دوگین رو تعقیب کنه و بعد با یک بمب از با یک کنترل از راه دور او رو به کشتن در بیاره و بعد به راحتی به استونی بره، این میتونه موجب سرافکندگی دستگاه امنیت و اطلاعات روسیه باشه. اما اونها هم ازش افشا کردن و این اتهام زنی هم مطرح کردن. این افشاگری و این اتهام زنی که در عرصه علنی ما شاهدیم در رسانه‌های دولتی روسیه خبر یکه، باید دید که چطور کرملین، دستگاه تبلیغاتی، حاضر شده به این کار. احتمالاً برای اونها میتونه یک در دراز مدت نفعی داشته باشه. ولادیمیر پوتین پیام تسلیت داده و خود الکساندر دوگین پیام تسلیت داده و تندروها در شبکه‌های مجازی روسیه خواستار اقدام سریع علیه اوکراینن و البته حتی خواستار اقدام سریع علیه استونی. بنابراین به نظر میرسه که این قتل هم به دستگاه تبلیغات کرملین کمک کرده که بیشتر این سیاست توسعه طلبانه و جنگ طلبانه خودش رو روش پافشاری کنه. پردی افشین، همکارم از کیف، ممنونم از تو.